بفرما صدای شما پخش میشه، با صدای شما خیلی پایینه، بلند صحبت کنید. ببینید آقای اندیاری، یک انقلابی شد از کنم بودون تا رای گذاشتم. حالا متوجه شید؟ بله بله، رای گذاشتم. رای گذاشتم خودم حکومت بخواهید، جمهوری اسلامی یا حکومت های دیگر، همه 98 درصد دختر آمود جمهوری اسلامی بخواهید. بعد وقتی جمهوری اسلامی شروع خود در رأس این جمهوری اسلامی، یک مهندس که نمیتونه باشه، یک دکتر نمیتونه باشه، یک مشتده باشه دیگه، مشتده که مردم اون رو قبول داره. بله بله درست آقا؟ بله والله این حرفای شماست، بفرمایی داده. از که بودو که مردم قبول کردن و اصلا بودو که خود حضرت امام یا دکتر شما آیت الله خمینی گفت آقا بوی اسلام به کشور ما خورده، ما نسبت عین اطهار تصفح و فاصله بریم، تمام عقل انسان ها رو از زمان حضرت آدم تا قیامت جمع کنیم. از کنم که مقام و منزلت ائمه رو نمیتون درک کنن، اصلا قابل قیاس نیست. از کنم به حکومت اونا این مرد دیگریست. حالا همین رو من میخوام خدمت شما عرض کنم برادر بزرگوار من. این کارها را که شما کردید، انقلاب گفتید کردید، بعد گرفتید رفراندوم کردید، رأی مردم را هم گرفتید، عزیز من اینها هر دوش خلاف فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. هم انقلاب شما خلاف فرمایشاته، چون اهل بیت علیهم السلام فرموده انقلاب نکنید، صبر کنید. و هم رفراندوم شما برادر عزیز من، این که کسی رأی بدهد و رأی حجیت داشته باشد، این باز هم اینم اهل بیت علیهم السلام این را نفرموده. و این که میگویید که فقیه بیاید حکومت کنه، در رأس حکومت قرار بگیرد، اینم باز خلاف فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت علیهم السلام هیچ یکی از این سه فقره را که شما عرض بیان فرمودید، اهل بیت علیهم السلام اینها را نفرمودند. اگر شما این را به نام دین انجام نمیدادید، انقلاب میکردید، مانند انقلاب فرانسه. ما میگفتیم که بله، آمد یک دی مکلا، یک دی سکولار آمدن انقلاب کردن، شاه را بیرون کردن، نوش جانشان. و یا رفراندوم میکردید نه به نام اسلام، رفراندوم میکردید که بله یک کاری که ما میکنیم این بله. و یا اینکه حاکم وقت را هم اگر قرار داده بودید، نه به این عنوان اینکه نایب امام زمان علیه السلام، یک کسی مانند شاه مثلا، یا مانند پادشاه قاجار، یا مانند رئیس جمهور پاکستان، رئیس نخست وزیر عراق، که ادعای نیابت نداره، میگذاشتید که بله اول آدم خوب بود، متدین بود، به زعم شما ما حرفی نداشتیم. مشکل این است، این کارهای را که هیچ کدامش را اهل بیت علیهم السلام نفرموده و هیچ کدامش را اهل بیت علیهم السلام تجویز نکرده، مرجع اسلام اهل بیت علیهم السلام، ائمه اطهار علیهم السلام، شما این کارها را انجام دادید و به دروغ نسبت میدید به ائمه علیهم السلام. و این حقه دینی اینه، و کذب اینه، و فریبکاری دینی و مذهبی اینه، و کسی را نمیگذارید با این کار شما را انتقاد بکنه، کسی بگوید فورا او را ترور میکنید. برادر بزرگوار من مشکل اینه، بفرما. این جناب آجا هلاری از کنه بوزور تو میزای شیرازی تحریم تنکس از کنه تنبوکو دار، مگر احمدات ها فرمودن با شما تحریم تنبوکو، این یک اشتهاده. از کنه بوزور تو شما حرام مثلا یه مرجع میگه که آقا ببین برادر بزرگوار من، شما به من فقه یاد ندید، شما به من فقه یاد ندید. ما در دین اسلام عناوین ثانویه داریم. یک وقتی تنباکو برای شما ضرر داره، بله تنباکو برای شما ضرر داشته باشه حرام میشه. یک وقتی چای خوردن شکر بخوری، کسی که مرض شکر داره شکر بخورد مثلا میمیرد، پاش قطع میشه، دستش قطع میشه، مریض میشه. کسی که مرض قند داره، خب شکر خوردن برای او حرامه، ما اینا رو درک میکنیم. یک وقتی ضرر دارد مثلا به حال مسلمین، گفته مرحوم میرزا فرموده که تنباکو خرید فروش نکنید، اون درسته، اون ما قبول داریم. اما یک چیزی که اصلا و هیچ گونه توجیه شرعی ندارد، یک کار مرحوم میرزای نائینی، اجتهاد ایشان، مرحوم میرزای شیرازی، اجتهاد ایشان طبق اصوله، درسته، بله اینا ما قبول داریم. تازه ایشان هم اگر یک حرف خلاف مذهب بزند، مثلا حالا فرض بکنید، ما میگیم که این کار ایشان اشتباه بوده و کسی از طرفدارای ایشان نمیاد که ما را ترور بکنه. کار شما اینه برادر عزیز من که باطله و اشتباهه، حرف در اینجا هست. اینطوری نیست که اجتهاد مانند عایشه، عایشه به جنگ امیرالمومنین علیه السلام آمد، خطا کرده، مصیبت خطا کرده و مأجوره، تازه اجر میبرد عایشه. طلحه آمده به جنگ امیرالمومنین علیه السلام، اخطأ فمأجور، اجتهاد کرده، خطا کرده، اج خدا بهش اجرم میده.
خب برادر عزیز من، اجتهاد اگر خلاف نص باشد خب میگیم اشتباهه. اجتهاد اگر مطابق نص بود، مطابق فرمان اهل بیت علیهم السلام بود، میگیم روی چش سر ما درسته. متوجه شدی برادر؟ جان الو. بله آجای من هم قبل از انقلاب رو دیدم، هم بعد از انقلاب. الان تو مدارس ها دیگه پرش خوبه میشه، یا مثلا قبل از انقلاب مدیران شراب میخوردن، حالا مدیران ما تو نماز جماعت، یعنی آیا این انصاف ما نمیگیم که از کنم به حکومت ائمه حسابش میداد؟ یعنی به نسبت به تاقود که این بیاس کنیم ببین، این حرفم حرفی هست که مشکل داره. شما میفرمایید که مردم امروز خیلی بیشتر مذهبی تا زمان شاه، و علمایی که با من تماس میگیره میگه که امروز خیلی وضع دیانت مردم خیلی بدتر نسبت به سابق، نسبت به سابق. این اولا. این که شما میفرمایید برادر عزیز من زمان شاه مفاسدی بود، اجازه بدی و این مفاسد در این عصر کمتره اگر ما این را قبولم بکنیم. شما ادعای شما این نیست. شما ببین این مصحح این نیست که شما حاکم شما نایب امام زمان علیه السلام هست. این مصحح آن نیست برادر عزیز من. خیلی از حکومت ها بوده که در اون حکومت ها مثلا حالا در عربستان سعودی برید شراب نیست، علنا نیست، حالا پنهانی اگر جای بخورن نمیدانم، مثلا فلان کار نیست. مساجد وقت نماز میرین پر میشود، از ایران خیلی بهتره مساجدشان، و وقت نماز حتی مغازه ها تعطیل می شود. حالا بگیم که این پادشاه عربستان سعودی نایب امام زمان علیه السلام هست. برادر عزیز من، این که اگر در یک جامعه این، و حالا ما قبول نداریم این صغرایش را که شما میگید ایران از سابق حالش بهتره، دیانت مردم بهتره، بالعکس ایران جوانان اینقدر که به ائمه علیهم السلام فحش میدن در سابق نبود، اصلا ما نشنیده بودیم، اصلا تصورش برای ما مشکله. خدا همین امروز هم باور نمی کنیم که این چیز اتفاق افتاده باشه، اما خب این را ما قبول نداریم. تازه اگر قبول بکنیم باز هم اون ادعای شما که اصل انقلاب شما بر حق بوده او را ثابت نمی کند. جان من بفرمایید. این جناب عرض کنم که این درست نایب امام زمان این به این معنی که فقها نایب عام امام زمان هستن، نه به این معنی که حالا شما می فرمایید که بگم مرا. یه مسئله دیگر جناب آجر علی یاریم. الو جان آجا علیه، بنده خدا شده من شریعه میگیرم، بنده از منبری هستم. تو شما روحانی، من تعجب کردم به خدا، شما که روحانی هستی وضع شما اینه، قتم کردی فرارم کردی. واقعا روحانی های مثل عوامن، خیلی عذر میخوام جناب روحانی، شما روحانی هستی سطح دینه. من فکر کردم ایشان واقعا دست فروش روی بازار، میگیشون منبری تازه اینطوری حرف میزنه، تازه منبری خدا، این استدلال الله اکبر با پروردگار عالم، این استدلال ایشان تا کیشان گفت من منبری هستم. من باور میکنم، فکر میکردم یک دست فروشه مثلا در جایی اینطوریه یک کاسبه مثلا، چون که روحانی منبری هستی سطح استدلالت اینه. قربانت بشم که تمامش رو من در برباد فنا کردم. خب من از عوام شما چی توقع داشته باشم؟ باور کنید که علمای بزرگ اینها در این مسائل وقتی وارد میشوند مانند عوامن، فرقی نداره. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران، اگر با من مناظره بکند از این آقا بیشتر دلیل نداره. احمد خاتمی را میگم که اون خیلی مثلا لاته و خیلی ادعای فضل داره. تمساح یزدی اگر با من مناظره بکند همین حرفای شمینه، از اون بیشتر نیست برادر عزیزم. حالا شاید یکم اصطلاحات قلم با سلم با کنار اضافه بکنه، اما محتوایش همینه. العالم اینها با عامی اینها یک در یک سطح، همش دروغ، همش فریب، همش خدعه. بله جانم، اما این که گفتی فقها نائب نیابت دارن در افتا، در ارشاد، در قضا، این را قبول داریم، این روی چشمانه. اما این که بله از اون فراتر بله حکومت تشکیل بدن، این ثابت نیست. این بله این از بدعت های شما جماعت. خیلی متشکرم.